با شما و میلیون لحظات خوشی داشته باشید با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. و یوما تحصیلات عالی برای زندگی. امشب پیش از شروع برنامه 1,000,000 افغانی به جای نامعلوم انتقال داده می شود. این پول در زمان مشخص توسط نیروهای امنیتی به محل ثبت برنامه خواهد رسید. اشتراک کنندگان برنامه پس از پشت سر گذاشتن مراحل امنیتی و تحویل دادن وسایلی که در برنامه اجازه نیست، جواز حضور در تالار را به دست خواهند آورد. اشتراک کننده که خوب ماست که امیدوار هستیم با معلومات خوبی که دارن بیاین و در این برنامه میلیونر شوند و 1,000,000 افغانی را از آن خودشان کنند. در ابتدای برنامه یک تشکری خیلی خاص ویژه و جانانه از نوشابه کوکاکولا شرکت حبیب گلزار، عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه و پاهنتون یومف سوئیس در افغانستان. با امید اینکه امشب دو اشتراک کننده ما پول خوبی را از آن خودشان کنند، 3, 2, 1 و تشویق. سعادت خان ولیزاده و شعیب سروری، دو دوستی که امشب آمدن تا میلیونر شوند. سلام شما بخیر. سلام شما بخیر. خوبی؟ تشکر. آرام باش. سلام. به نام خدا. اولتر از همه سلام خدمت شما حاضرین در تالار. یک سلام خاص خدمت بینندگان عزیز تلویزیون. آرام. به نام خدا. از همه اولتر سلام های سرد خدا، چون هوا گرم است. خدمت شما حاضرین در تالار و همچنان تمام بیننده های تلویزیون یک تقدیم میکنم. بسیار آماده هستید وزیر آغاز کنیم؟ بله. صنف چند هستید؟ فارغ التحصیل. کنکور چطور شد؟ کنکور امتحان دادید؟ امتحان دادید؟ بله. چی شدید؟ بگویم با سوالا رو سخت نمیارین. نه بگو. 15 ژورنالیسم. خودت؟ 15 اقتصاد پانتون کابل. چند نمره؟ 295. چند نمره؟ 294. شما خلاص میگید. بله. 3, 2, 1. دو گزینه؟ برق، زغال سنگ. چه فکر می‌کنی؟ هر دو گزینه بخیر. هر دوش سخت است، کنم چه بگیریم در زن فکر کنم. برق بگیریم. دلت سیس؟ برق. 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 انتخاب. بسیار خوب. 4 گزینه و این 4 گزینه‌ای که امیدوار هستیم آسان باشه تا حداقل از سوال اول 1,000,000 را بیرون کنید. میبینیم؟ دریای حریرود، دریای مرغاب، دریای هلمند و دریای کابل. سوال؟ بند برق کجکی روی کدام دریا اعمار گردیده؟ 4. دریای حریرود، دریای مرغاب، دریای هلمند، دریای کابل. 60 ثانیه. میفهمی؟ مرغاب هست یعنی؟ نه میفهمم. مرغاب هست، در نظر مرغاب هست. چند فیصد میفهمی؟ 60-70 فیصد هست. هلمند نیست خب؟ چطور میفهمی؟ هلمند نیست. مثلا چطور میفهمی؟ هلمند خب؟ حریرود نیست فکر کنم. حریرود هم نیست. دریای کابل هم نیست خب؟ کابل نه، هلمند بانه چند.
نه نه كل شيء المان مين المان المان ناخذ بوشه صار مطمئن هسي اريد شكي مرغوب بيعمل كل شيء صار مرغوب مين ماني ماشي شيء خلاص ناشا بوشه كده شيء المان زمان دارید همچنان همچنان زمان دارید بون همچنان زمان دارید بسیار خوب 50,000 افغانی هریرود 850,000 افغانی هلمند دریای مرغاب و دریای هلمند 100,000 افغانی 10 ثانیه دیگر اگه به شما چانس بدیم کمی این طرف بیستید اگر 10 ثانیه دیگه به شما چانس بدیم کدام گزینه را انتخاب میکنید هریرود تا سر کابل میمانیم هریرود را سر کابل میمانید بله مرغاب مرغاب باشه بله هلمند هم باشه بله میبینیم هریرود نبود میبینیم باز هم میبینیم دریای کابل هم نبود مرغاب است هلمند مرغاب است و از میان دریای مرغاب و دریای هلمند یک گزینه صحیح است یا 850,000 افغانی میمونه یا ما خطر گفتم بگم کل سر مرغاب میمونه 100,000 افغانی وقفه کوتاه ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه و یوما تحصیلات عالی برای زندگی بند برق کجکی روی کدام دریا اعمار گردیده است؟ دریای مرغاب یا دریای هلمند؟ 100,000 افغانی دریای هلمند و 850,000 افغانی هم دریای مرغاب. ما امیدوار هستیم که گزینه درست را با 850,000 افغانی انتخاب کرده باشند. میبینیم؟ هزار افغانی ماند و 850,000 افغانی رفت بند برق کجکی بر روی دریای هلمند اعمار شده 5 سوال باقی مانده یک سوال رفت و 900,000 افغانی رو در سوال اول از دست دادید دو گزینه دیگر اسید یا خون خون مشوره کنید خون دیگه مطمئن اسید؟ بله خون انتخاب شد بسیار خوب 4 جواب برای گزینه خون که ما امیدوار هستیم که گزینه خون به نظر من یک کمی گزینه قابل بحث است و مشکل میبینیم مغز گوش قرنیه چشم کبد سوال تنها قسمتی از بدن انسان که خون ندارد کدام است 4 گزینه مغز گوش قرنیه چشم کبد کبد نیست خوب گوش گوشت خون داره نه خون نشه قرنیه چشم قرنیه مغز خون نداره مغز نظرم داره چرا کم خون داره
کبد نیست با جگر گوش گوشم فکر کنم قرنیه چشم مغز فکر کنم بیا مغز نیست مغز هست من هست سر گوش داره گوش خون داره این مغز سیز در نظر ما قرنیه چشم قرنیه چشم این سرازه این بانه سر قرنیه چشم نمانه بخشم دل چی میگی تو بانه یک بسته میتونید پول هایتان از سه تقسیم کنید بسته شم یک بسته شم بان میتونید پول هایتان از سه تقسیم کنید بسته تنها قسمتی از بدن انسان که خون ندارد کدام از مغز، گوش، قرنیه، چشم، کبد و میبینیم جواب درست را؟ شاباس، کبد نبود. آفرین. فهمی اگر گوش را انتخاب میکردی میگفتیم برو گوش است اگر حتی هر چیز دیگر را انتخاب میکردی میگفتیم برو خیر یک لحظه اما مغز 75,000 افغانی از 100,000 تان اصلا انتخاب خوبی نبود خب به هیچ عنوان میدونی اگر یک لحظه خون به مغز نرسه چی اتفاقی میفتده بدنت؟ از خاطر که همی مغز یک مریضی است که یک سکته مغزی لطفاً در رابطه با اینکه مغز را انتخاب کردید هیچ دلیلی نیارید هیچ دلیلی نه 4 سوال باقی مانده 2 سوال رفت 50,000 نه باشه 25,000 افغانی برایتان مانده و دو گزینه دیگر ایمنی هدایت 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 من نمیدونم شاید مشکلتان تا این که به دلیلی که تا این لحظه 25,000 دارید این است که گزینه ها را از خوب مشورت نمی کنید خب گزینه هایی که خودتان باید دقیق بدانید که مثلا خون چه چیزهایی داره اوکی حالا هدایت را می بینیم سر گزینه ها بیشتر مشورت کنید بعد از این هدایت رگمان پیسه سوره اسراء سوره کهف سوره مریم سوره النحل گزینه یه هدایت را انتخاب کردید و حالا سوال برنامه کلمه وسط قرآن کریم در کدام سوره آمده؟ کلمه ای که در وسط قرآن کریم آمده که قرآن کریم نیمی از قرآن در یک سو و نیمی دیگر در یک سو کلمه ی وسط در سوره اسراء آمده در سوره کهف آمده در سوره مریم آمده یا سوره النحل 60 ثانیه قرآن میگی نمیفهم سوره اسراء سیست یا سوره النحل سوری اول هست؟ سوری اصلا تو سوری کهف در باره اصحاب کهف هست 14 ثانیه سوری نهل هست سه انتخاب دارید اما نمیدانید دلیلی که یک بسته خورده 8 7 6 5 4 3 2 1 کلمه وسط قرآن کریم در کدام سوره است؟ سوره اسراء، سوره کهف، سوره مریم، سوره النحل.
شما 25,000 افغانی را روی سوراخ اسراق قرار دادید و جواب را می‌بینیم. سوراخ النحل نبود. می‌بینیم. خیلی تشکر از اینکه با برنامه ما آمدید. امیدوارم شما موفق معید پیرو سربلند باشید از او را. درست. گاهی اوقات من امکان داره که یک پروفسور رو یک دانشمند را بیاریم در برنامه شما و میلیون در کنار ما بیسته قرار بگیره، اشتراک کننده باشه و بعد یک سوال رو نتونه حل کنه. این امکان داره، این امکان داره، اما بعضی سوال ها هست که واقعا وقتی میبینیم که یک اشتراک کننده ما نمیتونه 19 ساله و 20 ساله به او جواب بده، ما کمی نگران میشیم برای اینکه آینده افغانستان در دست ما جوان هاست. وقفه کوتاه بعد از او با شما خواهیم بود. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. و یوما تحصیلات عالی برای زندگی. خوش آمدید به برنامه شما و میلیون، سومین بخش از برنامه امشب و جایی که این پولی که اصلا کم نیست همچنان در برنامه قرار داره. دو اشاره کننده ای که قرار است بیایند و با ما برای به دست آوردن 1,000,000 افغانی مبارزه کنند، کسانی هستند که خیلی امیدوار هستیم که حداقل تا سوال چهارم پنجم این پول را با خود داشته باشند. با افتخار دو اشتراک کننده این بخش از برنامه، احمد مرید، نصرت و ناصر خان کریم، دو دوست. بفرمایید. کمی دیگه بچس با میز. شواس سلام. اول تر از همه سلام تقدیم میکنم خدمت شما و اشتراک کنندگان در تالار و بینندگان محترم تلویزیون یک. آجان. سلام عرض ادب خدمت شما حاضرین تالار و بینندگان عزیز تلویزیون یک. سلام گرم. زنده باشید. تشکر. 1,000,000 افغانی از آن شماست و امیدوار هستم که 6 سوال را درست پاسخ بدید و میلیونر شوید. درس چقدر خواندید؟ درس؟ درس دیگه معلومات عمومی خوندیم دیگه، مضامینی که راجع به سن چندم هستی؟ معسل هستی؟ معسل هستم. بله. سال چندم؟ سال دوم. کدام رشته؟ BBA. BBA چی چی میشه؟ اقتصاد میشه؟ اقتصاد. بله اقتصاد. بسیار خب. آماده هستی که بازی را آغاز کنیم؟ بله. ما کم باشید خب؟ درسته. صحیح است. یک پچک کن. انشاءالله. آفرین. شاباش. 3, 2, 1. دو گزینه برای سوال نخست، بیولوژی و یا معدن. بیولوژی و معدن. بیولوژی چطور است؟ بیولوژی خوب است، معدن ها بسیار. بیولوژی نه؟ نه، درباره معدن قدر معلومات نداریم، بیولوژی انتخاب میکنیم. درست است. در مورد بیولوژی معلومات دارید؟ نه، بله، انشاءالله معلومات. بیولوژی انتخاب شد. تعداد از دوستای دومدن در تالار هستن، اما شرط ما این است که فقط خودتان جواب بدید. خب؟ درست است. طرفی که سیل کنید ما پول پس میگیریم از پشتن. بسیار خب. چهار گزینه. سی. 35. 32. 40. 35.
صحیح شد؟ نوار درسته، با سوال رو میبینیم. سوال؟ سوال رو میبینیم. تعداد مجموعی دندانهای دائمی شخص سالم به چند میرسد؟ سی، سی و پنج، سی و دو، چل. دندانهای خودتان هم بعد از اینکه جواب دادید میبینیم. خب؟ درسته. بفرمایید. گزینه 32 صحیح است. سالم با چند میرسد؟ 30 35 30. یک شخص سالم منظور ماست. درست است. شخص سالم. دندان‌های دائمی من منظور ماست. از ما منظور ما می صحیح دیگه. نمیخواید از دو چانس دیگر تان استفاده کنید؟ نه چل نیست؟ نه نه سی و پنج نیست؟ نه 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 سی نیست؟ نه 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 خیلی چهار سه دو یک و همان تعداد مجموعه دندان‌های دائمی شخص سالم به چند میرسد؟ 30 35 32 40. یک لحظه. خود شخص سالمی هستی؟ ان شاء الله دیگه از نظر اگر از نظر دبابت معاینه نکنم خود امکان داره که یک مریضی یا چیزی داشته باشم. اما به نظر خودم سالم معلوم مریضی چی داری؟ صحیح گپ بزن. گفتم به نظر خودم سالم معلوم میشم. اگر من یک معاینه نکنم ان شاء الله چی گفتن میشه؟ میشه خودت سالم هستی کریمی؟ ان شاء الله. خب من اگر به جایتون می بودم مثلا با یک دوست خود اومده بودم بسیار زود میگفتیم دان یک دیگر باز میگیرتیم حساب میکردیم در 60 ثانیه حساب میشه دندان ها دو شخص سالم دندان یک دیگر که حساب کنند جواب ما رو پیدا میکردید. درست است. اما شما 32 رو انتخاب کردید. دندان ها باز در سنه که ما هستیم در سن تکمیل نمیشه سنه باز دیگر دندان هم باید از اینه برای چند سال هستی؟ ما 20 سال هم راست بگو چند سال هستی صحیح گفت بگم صحیح 25 سال هم 25 سال هم؟ نه 20 سال هستیم خب آخرین دندان در چند سالگی میبرایم؟ آخرین دندان نگه امکان داره تا سنهای 25 سالگی دندان عقل دندان میگن یک دندان یعنی عقل دندانت نبر آمده هنوز؟ نبر آمده عقل دندانت؟ نبر آمده؟ ولی فکر نکنم نه جدی نبر آمده عقل دندانت؟ کریمی بی بی عقل دندانش برآمده یا نه؟ من خب میبینم برآمده است. تو که میبینید دبر این عقل دندان نیست این فکریه که تیاز میگیری نیست این راست نگه عقل دندان اینجا نه 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 عقل اینجا خود میبینیم جواب درست را؟ میبینیم 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 35 و 40 مانده 40 خونه ایز 35 هم نیست حتما ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه و یوما تحصیلات عالی برای زندگی پنج سوال باقی مانده یک سوال را تازه پشت سر گذاشتید اما آفرین یک میلیون را حفظ کردید ما اشاره کننده‌ای داشتیم که در سوال اول 900 هزار از دست دادن دو گزینه دیگر موقعیت جمعیت موقعیت جمعیت موقعیت موقعیت خوب نیست جمعیت 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 شده
خود جمعیت انتخاب کنیم. جمعیت جمعیت مشکل نیست. برو موقعیت انتخاب کنیم. درسته؟ درست است. موقعیت انتخاب میکنیم. موقعیت. موقعیت انتخاب. چهار گزینه موقعیت که چهار جواب هست و از این جواب ها فقط یک جواب جواب درست است، اما اینها میتونن سه جواب را انتخاب کنن اگر مطمئن نیستن. ببینیم. فراه، هرات، قندهار، جوزجان. با این نام ها حتما آشنا هستید. چهار ولایت ماشاءالله ولایت افغانستان هستند، ولایت مشهور است. دو ولایت غربی، یک ولایت فکر میکنم جنوب غربی قندهار و یک ولایت هم شمال جوزجان. ببینیم سوال را. دشت بکوا، خوب دقت کنید، دشت بکوا در کدام ولایت موقعیت دارد؟ چهار ولایت نام آمده: فراه، هرات، قندهار، جوزجان. اگر زیاد مطمئن نیستید بگردید که بکوا یک واژه کجایی است و بعد به لهجه کیها زیادتر میخوره بکوا و بعد از اون طریق پیدا کنید. 60 ثانیه آغاز شد. به نظر من قندهار رو چی درسته از قندهار و هرات از این دو دیگه گزینه یکیش نیست. جوزجان چطور؟ بکوا، دشت بکوا. دشت بکوا یا در جوزجان هم میمونم یکی؟ ها؟ در جوزجان هم میمونم. سه گزینه رو میتونید انتخاب کنید. گزینه دقیق کدام؟ هرات شاید بکنم. هرات، دشت بکوا، قندهار. بیا که انتخاب کنید. جوزجان میمونم. ده ثانیه. هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه. میتونه تجدید نظر، تجدید نظر، تجدید نظر، تجدید نظر، تجدید نظر. تمام. سوال برنامه این بود: دشت بکوا در کدام ولایت موقعیت دارد؟ فراه، هرات، قندهار، جوزجان. بیاید ببینیم. بیاید ببینیم. میبینیم. رفت 400 و چند بود؟ 50,000. 450,000 افغانی. حالا میبینیم از میان هرات، قندهار و فراه کدام ولایت از خدا کنه که فراه نباشه. نه نخواد. فکر نمیکنم. نه نخواد. نه بابا. فراه، بکوا، نه. چطور باشه؟ میبینیم. نه نه بابا، دلتان جمع. فراه نیست. قندهار است دیگه. پیسار رفت کلش. قندهار است دیگه. قندهار است، قندهار است. نه قندهار است. میفهمم قندهار است. نه نه بخیر دل جام، قندهار است. ما خبر دارم قندهار است. بسیار. اینا قندهار. اینا قندهار. 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 دهی تو ولایت یه بوده است که هیچ ما سرش باور نمیکردیم. ولایت است که فراه. خب این هم یک چانس است دیگه. من فکر میکنم که باید حدس میزدید که ما چرا نام فراه را آوردیم در میانه این سه ولایت، چرا فراه. و بعد از اون طریق کمی آسان تر میشد برایتان. اما خوش شدیم از یک نزدیک هستم، از دیدارت مستفید شدیم از نزدیک. قربانتان مقصد ما از پول گرفتن اینجا پول نبود. میخواستیم که صدا را خودت پنمایش بگذاریم که چقدر صدا داریم. دو خب
یک برنامه داریم به نام استعداد افغان، دو هم خبرت میکنیم. خب بخیر برید، بفرمایید. از برنامه ما که دو اشتراک کننده ای داریم که میتونند به نظر من میلیونر شوند، اما به این شرط که کمی بیش از اندازه ای که در گذشته فکر میکردن و دقت میکردن در مورد سوالات فکر و دقت کنند. راز موفقیت در برنامه شما و میلیون دو چیز است: یک، دقت; دو، قناعت. قناعت به این معنی که اگر زیاد مطمئن نیستید روی جواب یک گزینه، خوب است که سه گزینه را انتخاب کنید یا حداقل دو گزینه را انتخاب کنید. و حالا دو اشتراک کننده ای که میآیند و با ما در این بخش از برنامه که بخش پایانی هست بازی میکنند. با افتخارشان. انیسا محمدی و رونا میرزا. سلام. سلام، خوب هستن؟ خوب، تشکر. یک کمی پس برید شما. تشکر، خوب هست شما؟ تشکر، شما خوب هستن؟ سلام، تقدیم می کنم به تمام بیننده های عزیز، بر شما و همچنان حاضرین در تالار. به نام خدا، در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت کسایی که در تالار تشریف داره و بیننده های تلویزیون یک، بخصوص علاقمندان برنامه شما و میلیون. زنده باد، خوش آمدید به برنامه ما. بخش آخر است و این 40 وسته پول امانت فعلا پیش شما، به شرطی که تا پایان برنامه با این 40 وسته پول 25000 بیایید و در نهایت میلیونر شوید. این یک. دو، چقدر درس خواندید؟ موصل هستم، سال دوم. کدام رشته؟ رشته طب معالجوی. طب معالجوی؟ بله. بسیار عالی. شما؟ ما فارغ شدیم از کمپیوتر ساینس. از کمپیوتر ساینس فارغ شدید. بسیار عالی. چطور است طب معالجوی؟ خوب است؟ بسیار خوب است. سخت است؟ مشکل است، اما اگر درس بخوانی آسان است، میتونی امروش کنار بیایی. بسیار خوب. در عین حالی که درس میخوانی جایی هم مصروف کار و وظیفه هستید؟ خب رشته طب معالجوی رشته ای نیست که آدم وظیفه هم داشته باشه در پلیس، چون بسیار مشکل است. ترنینگ میری جایی به خاطر آموزش بیشتر میرید؟ نه خیر، نه، فقط من زیادتر فاکسم طرف درسم است. بسیار عالی. پس تا هنوز کسی رو نکشتید؟ شاید شما رو بکشم. نه، شوخی کردم. آماده هستید که برنامه را آغاز کنید؟ بله. سه، دو، یک. سیستم چرچکایتان تغییر کرد، چشمتان روشن. دو گزینه برای سوال نخستتان: اسلامی و معدن. اسلامی. اسلامی انتخاب شد. حالا چهار گزینه برای شما که چهار جواب رونمایی خواهد شد و ما امیدوار هستیم که هم جواب ها آسان باشه و هم سوال. میبینیم 25 35 40 45. چی باشد؟ نه این خواهد ببینیم. سوال: حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عمر چند سالگی به درجه پر افتخار پیامبری نائل آمد؟ 40 سالگی. یک لحظه. 25 35 40 و 45 سالگی. 60 ثانیه. 45 سالگی یا 40 سالگی؟ نمیدونم، شک دارم. 40 سالگی است. 40 سالگی است.
45. خودتان انتخاب کنید. کم دوجبان، دوج کم بان. خودتان بازی کنید. به طرف کسی دیگه نبینید. چل زمانی که خودتان انتخاب میکردید خوب بازی میکردید. 45 زیاد بانیم. نمانده و چل است. راست میگی؟ چل است نمان. 45 میگم. 45 میگم. یاد داشتم یاد داشتم. بس. نه. 8 7 6 5 4 3 2 1 و تمام. سوال بود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عمر چند سالگی به درجه پر افتخار پیامبری نائل آمد؟ 25 35 40 و 45. من یک سوال از شما دارم. رونا میرزاد. اول رونا نام خانگی تان است؟ بله. خب آله خود شد آدم دو نام دارنه؟ در خانه صدایش میکنن قنبر، در بیرون نامش از اکشای کمار. نه فاصله از کجا تا کجا؟ یک سوال دوم من. زمانی که پولها را بردید روی 40 به سوی هیچ کس ندیدید، حمله 40 بعد طرف یک کسی سیل کردید از اونجا گفتی 45 کلش آوردی سر 45. خب و بعد به انیسه محمدی گفتی که اومگا 45. کی میگه 45؟ کی میگه 45؟ برای من نشان بده اون کسی که میگه 45. حمید صدا اومد. صدا کی میگه 45؟ در قصه از اون نیست. کی گفته 45 که قدمی دم نمیزنه؟ نه. کی گفت 45؟ 40 سالگی. یک لحظه. 40 سالگی. یک لحظه. گفته یک لحظه. همین پیسه رو که گرفتیم کی میگه 45؟ گفت ما. تشکر. باش که سوال هم میکنم. باشه جان کوکاکولا. خب دفعتن 275 هزار یا 725 هزار از دست میدید شما. سوال خیلی آسان بود. من فکر میکردم مثل آب خوردن جواب را. بسیار. میبینیم. می‌بینیم؟ آخه من گفتم 40 سالگی است. شاید ببینمش. بسیار خوب. یک صدا آمد. چی گفتید؟ یک لحظه هر حرفی را که بسیار آرام هم بزنید قبل از اینکه دوستتان بشنوه ما میشنویم. خب و بیننده ها میشنوه. حالا من میگم چی گفت، میفهمی چی گفت؟ همین وقت پیسه جمع کردن که رفته تو خاک دست سر شوه که دروغهایش به سواد میگه 45. خوب شدی؟ هر کدامتان که بودید خوب شدید؟ هم خاک دست سرت شدن به سواد چیدید؟ شما کمی زیادتر کردن. 5 سواد؟ کمی اضافه کردن. همون کمش چی بود؟ همون کمی که من زیاد کردم کمی که خودت گفتی چی بود؟ خب گفتی خاک دست سرت نه؟ شاید. 5 سوال باقی مانده. یک سوال را پشت سر گذاشتید. 725 هزار افغانی و این 725 هزار افغانی فعلا از آن شما. تا کی بگو؟ تا آخر. سوال ششم. آفرین. تا سوال ششم. اما سعی کنید که تا سوال ششم این پول را با خود حفظ کنید. این یک. دو. 1% هم اگر روی یک جواب شک داشتید آفرین، پول هایتان را تقسیم کنید. 3 ما فعلا خداحافظی میکنیم، شما هم اینجا باشید. خب بعد از او برمیگردیم، شبی دیگر با شما خواهیم بود. شما دوستان عزیز ابتدا یک تشکری خیلی خاص و ویژه از
سه حامی مالی برنامه شما و میلیون. نوشابه کوکاکولا، شرکت حبیب گلزار، عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه و پانتون یومف سوئیس در افغانستان، که این سه حامی مالی ما باعث میشن که ما این برنامه را تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند کنیم. یک. دو، اگر دوست دارید انتقاد، نظر، پیشنهاداتتون را با ما شریک بسازید، فیسبوک برنامه شما و میلیون راهی ساده برای در میان گذاشتن این نظرات هست. دوم، خیلی مهم هست که شما راه تماس ما را فراموش نکنید و از این طریق که پل ارتباطی مستحکمی میان ما و شما هست، بیایید و در این برنامه شرکت کنید. در تالار برنامه ما اگر آمدید هم میتونید از طریق قرعه‌کشی وارد برنامه شما و میلیون شوید. و موضوع پایانی، وبسایت ما را سری بزنید و در یوتیوب و دنبال ما بگردید با سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی شما و میلیون. خدا نگهدار تا شب دیگر. شما پایان. تا شما و میلیون دیگر با همکاری افغان تلگرام، بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. و یومب، تحصیلات عالی برای زندگی.